ما توقع داشتم که پرسان کنه چی وقت ندیدین. خب یکی از مشکلات واقعا نمی وضعیت هست. شما اسنادی که منتشر شد در امریکا و از یک طرف دیگه روزانه کسانی که دستگیر میشن مصاحباتشان در تلویزیون ها میبینین که علاقات معینی در کشورهای همسایه تلاش دارن که وضعیت در افغانستان مختل کنن. خوشبختانه نیروهای امنیتی افغانستان در رأس ریاست محترم امنیت ملی فعالیتهایشان نسبت به گذشته بسیار گسترده شده و از این فعالیت‌ها جامعه جهانی هم حمایت میکنه. از خیلی حادثات مهم جلوگیری شده و برای جلوگیری از استفاده از کارت‌های جعلی هم شب گذشته امنیت ملی یک بیانیه داشت که با تمام ظرفیت خود کوشش خواهد کردن که استفاده نامشروع به انتخابات نشه و جلوگیری بشه از هر گونه حرکتی که باعث میشه شفافیت انتخابات، سلامت انتخابات زیر سوال بره. تشکر ایدری از تلویزیون طلوع. مایک بهتون میدم. تشکر آقای جنرال امان. سوال من از شماست، قسمی که آقای عظیمی گفتن که 140 هزار سربازای ورودی ملی و بیشتر از 100 هزار پلیس و حدود 150 هزار سرباز خارجی برای تامین امنیت انتخابات پارلمانی موظف شدند. گزارش های اپراتیوی یا استخباراتی شما چی است؟ چی تعداد از مخالفین شما آماده مختل ساختن انتخابات هستند که قدر آمادگی جدی گرفتین و میگین که آمادگی ها بیشتر از انتخابات ریاست جمهوری است؟ آیا کدام گزارش از ارقام مخالفین شما در دست دارین که به خاطر مختل ساختن انتخابات پارلمانی موظف شده باشند؟ ما در جریان عملیات هایی را که خدمت شما عرض کردم به منظور کاهش تهدیدات دشمن در ساعات مختلف واقعا عملا ما احساس کردیم و دیدیم که عکس العمل های دشمن با مو ترتیبی که ملت و مردم افغانستان نگران است به وعده نبوده. تا عمل لحظه هم دشمن توانمندی جنگ جبهوی را با قطعات و جزتامای ما نداره، فقط صرفا من گزاره داره و دزدانه در این طرف آن طرف گاهی هم در کمینا دخیل است و شما در جریان هستین. دیگر کدام جبه مشخصه که او ما را مجبور ساخته باشه که ما قوتهای امنیتی را اضافه تر بسازیم؟ او مطلب نیست. ولی شما میدانین که قطعات اردوی ملی و من جمله پلیس ملی در این اواخر کمیتش بیشترتر شد و بیشتر هم است و نگرانی مردم هم در راستای تأمین امنیت انتخابات پارلمانی گاهی هم به گوش میرسه. بناهن قبل از اینکه دشمن در بعض ساعات سلسله اعمال خصمانه خود مبنی بر اخلال پروسه انتخابات پارلمانی انجام بتن، ما یک تدابیر پیشگیری را قبل از آغاز عملکردهای دشمن در نقاط مختلفی که سایه پلان شده تدابیر امنیتی قوتهای ما بود اتخاذ کردیم. یه اعظام قوت ها به این مفهوم نیست که تعدیدات در حد بسیار بالاست و نگرانی های بیشتر ما را مجبور به اعظام قوت های بیشتر ساخته. ولی بنابر تقاضای ملت و مردم و بنابر این که گویا خود ما ارزیابی تحلیلات تعدیدات در مجموع در جریان پلانگذاری خود داشتیم، ضرورت دانسته شد که ما قوت ها را در نقاط مختلف باید اعظام کنیم. در بعضی ولسوالی ها و ولایاتی که در اوجا اصلا تا امروز تعدیدات متصور نیست و حتی نبوده، ولی به منظور مسئولیت و تأمین امنیت ما قطعات و جزتاما را در اوجا پلان کردیم و اعزام کردیم تا هرچه خوبتر و بهترتر این پروسه انتخابات جهت عملی خود داشته باشه. یک کمک نمیشنم بسار بخش میکروفون لطف کنین. کدام رقم و یا شماری از ارقام مخالفینتون شما دارین که به خاطر مختل ساختن انتخابات آماده شده باشه و یکی از هیچ گزارش از ارقام یا تعداد از اونها در دست نیست؟ ما در سیستم کار پلانگذاری خود همیشه آغاز کار ما از محاسبه و طرزهای فعالیت دشمن آغاز میشه. اینطور غیر مسئولانه ما پلان ها رو پلان نمی کنیم.
بغیر از اینکه ما تعداد کمیت و طرز فعالیت دشمن باید با خود همیشه محاسبه داشته باشیم. بله، ما تعداد از افرادی که اکتیف هستند و یا پاسیف هستند و یا احتمالا در جریان تشنج و عملکردهای منفی دشمن اونا بالاخره در پالی دشمن قرار داشته باشند یا قرار بگیرند، ما این را در محاسبه خود می داشته باشیم. مهربانی عزیز مستر، شما چیز ندارن؟ چند دو سوال بگیرم. دو سوال آژانت پژواک باز شو. اول شما رو میگیرم که نزدیک باز. صابر عزیز هستم از آی دبلیو پی آر. با ختم روز انتخابات نیروهای امنیتی تا چه مدت زمانی به اوجا باقی میمانند؟ به خاطری که کسایی که رای میتن و از دستشان رنگم تا سی روز پاک نمیشه، اونا با مشکل روبرو خواهد نشدن که نیروهای امنیتی زودتر محلات رها کنند؟ و تعداد مراکز فعال چند است که شما امنیت از اونا را گرفتین؟ نیروها برای تامین امنیت انتخابات جا به جا میشن، لذا هم برای روز انتخابات و هم برای ادامه پروسیس از و از نمره شمارش آرا و مدتی که ضرورت هست، انتقالاتی که صورت میگیره، مسائل ترانسپورتشن، قوات های امنیتی افغان به مورد قوای اسف در منطقه جابجا هستند. یعنی بس تنها امنیت روز انتخابات نیست، بس امنیت روز انتخابات، بس امنیت رای دهندگان، بس سلامت انتقالات، شمارش آرا، قوات ها جابجا هستند تا پروسه کاملا ختم بشه. ما میخواییم که مردم ما اطمینان داشته باشند که قوات ها تا زمانی که ضرورت باشه، حتی بیشتر از او اگر در جای به خاطر تامین امنیت مردم ضرورت باشه، ما قوات های امنیتی افغان از او سایه خارج نخواهد کردیم. ما قبلا سایت هایی که میتونستین تامین امنیت کنین اعلان کردیم، از جمله 938 سایتی که قبلا عرض کردیم که اینا رو ما نمیتونیم تامین امنیت کنیم. باز به چون ابتدا توافق همینطور شده بود که در جریان مدتی که بین اطمینان به کمیسیون مستقل انتخابات و برگزاری انتخابات اگر فعالیت توسط قوات های امنیتی افغان صورت نگیره و مراکز تامین امنیت میشه، اونا رو ما به اختیار کمیسیون محترم مستقل انتخابات میگذاریم. بعد از اون ما توانستیم 91 سایت دیگر هم در ولایت هلمند، قندهار، بادغیس، فاریاب، بغلان برایشان اطمینان بدین که ما میتونیم تامین امنیت کنیم. اما به کجا برگزار میکنن، چی تعداد برگزار میکنن، او مربوط به کمیسیون انتخابات است. ما از 938 که از جمله 938 یک مرتبه دیگه هم عرض کردم، 141 سایت به پیشنهاد خود کمیسیون انتخابات بوده. یعنی به دلیلی نخواستن که اینجی انتخابات برگزار شه. به طور مثال دلایل بسیار تکنیکی بوده. به طور مثال یک سایت در دوری ریاست جمهوری در یک محل بوده که کوچی‌ها در اونجا حضور داشتن، اما در حال حاضر حضور ندارن. این سایت دیگه موجودیت ضروری نیست. لذا از جمله 938 141 سایت به پیشنهاد کمیسیون محترم مستقل انتخابات تشخیص داده شده که در اونجا انتخابات برگزار نشه. و 91 سایت را ما آمادگی داشتیم که شما باید از این 938 این دو عدد را منفی کنین. اما در کجا برگزار میکنن، به چی تعداد برگزار میکنن، این صلاحیت کمیسیون محترم مستقل انتخابات است که برای ما مربوط نیست. تشکر جنرال صاحب. آژانس پژواک. شریف زاده هستم از آژانس خبری پژواک. یک بخش سوالم راجع به می سایت ها بود که روشنی دادین، و بخش دومی بود که میخواستم ببینم که در چند ولسوالی انتخابات برگزار نخواهد شد، یعنی در اختیار نیروهای مخالف دولت قرار دارن. تشکر.